سفر به سوی هدفی موانع بسیاری خواهیم داشت. من این رو همه تجربه کردیم، از جمله ترس‌ها، و یکی از اون ترس‌ها تجربیات بد گذشته است که یادآور شکست‌ها و یا ناکامی‌هایی هست، که زیرا که شجاعت و اقتدار ما رو به سیاه‌چال ناامیدی و نگرانی حبس و به نوعی ما را اسیر غم و اندوه، تا اینکه توان کافی را برای حرکت و یا همتی دوباره از ما گرفته و مجال اندیشه تازه را به ما نخواهد داد. در کتاب امثال 29-25 نویسنده ادامه میکنه: ترس از انسان دام میگذارد، یعنی در برابر اون تله‌ای را ایجاد میکنه که نتواند در مسیر اون مقاصدی که داره پیش بره. و همون گونه که همه به خوبی میدونیم از کتاب عیوب، این آیات بسیار آیات معروفی هستش و فکر میکنم کمتر باعثی باشه در رابطه با کتاب عیوب سخن نگفته باشه، به طور خاص باب 3 آیه 25 و 26 که اعلام میکنه: از آنچه میترسیدم، آنچه که طبیعیه، همه انسان ها میترسن. ترس در ابتدا یک هوشیاریه، برای ما پرانتزی رو باز میکنه تا دقت داشته باشیم. پس ترس ابتدایی ما یک هوشیاری هست، درسته که از همون واژه ترس استفاده میکنیم، اما ما رو هوشیار میکنه، تمرکز درستری میخواد بده. و ایوب اینگونه داره میگه: از آنچه میترسیدم وحشت کردم. و این وحشت اون جایگاهی هستش که انسان ها نباید در قلمرویش قدم بگذارن، چرا که در اصل جایگاهی هستش که اون رو اسیر میکنه، همت اون رو میگیره، خلاقیت اون رو میگیره، نبوغ اون رو برای آنچه که رویاهاش هست از اون میگیره و در جایگاه سخت رو قرار میده. از آنچه که میترسیدم وحشت میکردم، به سرم آمد. چشمانداز ما در مسیر اهدافمون که به تعریف ایمان ما هست، اگر برعکس هم باشه ایمان منفی ما میشه، برای آنچه که بر علیه ما میشه. و ایوب این گونه بود، ایوب میترسید، اما از آنچه که میترسید دقت نکرد. از چی میترسید ایوب؟ ایوب همسر و فرزندان بی ایمانی داشت، هرچند در اون زمان چه بسا شریعت خداوند نبوده بر اون، کامل از شریعت خدا آگاه نبوده، اما ایوب شخص خدا دوستی بود که در مسیر انصاف قدم برمی‌داشت و میدید که فرزندان و همسر او در این مسیر قدم بر نمی‌دارند. اندیشه نیک ایوب و دقت ایوب این بود که همسر و فرزندانش رو نسبت به انصاف و یک رابطه درست انسان با خدا اونها رو آموزش میداد. و این کاری هستش که تمام والدین باید بکنن. تعلیمات در اصل کار و مسئولیت والدین هست. تحمیلات نمیگم، من صحبت تحمیل نمی کنم، که ما فرزندان خودمون رو به آنچه که باور داریم تحمیلشون کنیم. تو باید این کار رو کنی، باید همیشه یک راهی رو باز بذاریم که اگر موافق نیست بتونه بره جای دیگه. و این تجربه من به همسرم هست نسبت به هر دو دخترمون، که هیچ کدوم اینها رو مجبور نکردیم به تعمید، و هر دو تصمیم گرفتن. به طور خاص یکی از نگرانی‌های من و زهره جان ساحل بود، چون ساحل موقعی که ما وارد آمریکا شدیم یک سالش بود، ما روی ونوزشان یک رو تعلیمات ایرانی داشتیم که تحمیله از والدین رسیده بود و ما اون رو انتقاد داریم به ونوزشان. و این ساحل نه میتوانستیم و نه اجازه میداد، چون توی یک جایگاهی بود که یاد گرفته بود که آزادی خودش استفاده کنه توی مدرسه و شرایطی که داشت.
برای همین کاملا من ساحر رو ونوس هم همینجا تو دسته خدا سپردم. ولی با ونوس یه مقداری با خدا کشتی میگرفتیم ما تو یاد گرفتیم، اما ساحر رو کاملا سپردیم تو دست خدا. من دوراشو زد، گواهیش هست، قدمهایی رو اشتباه برداشت، درسته بابا جون؟ غیر از اینه جرات داره بگی من قدمهای اشتباهش رفت تا یک روز اومد گفت بابا من تسلیم مسیحم، من مال مسیح هستم و خودش رو مسیح سپرد، طوری که دماغ دوراش رو میتونیم بگیم. پس تعلیم دادیم ما. سلیمان هم همینو میگه، میگه فرزند خود رو تعلیم بده، نگران نباش، هر کجا رفت دوباره برمیگرده، اما تحمیل نکن. ایوب اشتباهش این بود، ترسش درست بود، اما چون به داد ترسش نرسید شد وحشت و وحشت کرد. خب از روی زندگیت باش، اونجایی که میترسی برو دنبالش، وقت باشه بیشتر در این نباته صحبت خواهیم کرد. از آنچه میترسیدم وحشت میکردم، به سرم آمد و آرام و قرار ندارم و رنج و غم من روز غم من روز افزون است. یعنی از آنچه که فکر میکردم که یک روزی تموم میشه اتفاقا تموم نشد. و همه ما کتاب ایوب رو حتما به نوعی خوندیم یا شنیدیم که این کتاب رنج و غم و اندوه چه بلاهایی که به سر ایوب آورد و شرایط او رو در جایگاهی قرار داد که از نظر موقعیت روحی هم بدبین شد. این حسی که همه ما شما تجربه کردیم، شما وقتی شکست می‌خوری شکست می‌خوری شکست می‌خوری ناخودآگاه دیگه بدبین میشی، ناامید میشی، موقعیت می‌بینی که انگار همش مورد سرزنش هست، سرزنش خودت و دیگران قرار می‌گیری. اما چگونه ما می‌توانیم از این بحران و از این شرایط بد روحی و آشفتگی رهایی پیدا کنیم؟ در مرحله اول میباید بدانیم از چه میترسیم، آنطور که ایوب باید پیگیری میکرد. پس از همین الان فکر کن از چی میترسیم. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم ترسات بذار بیاد تو ذهنت. چه چیزهایی تو رو میترسونه؟ از شکست خوردن؟ آیا ما اینجا که هستیم همه مسیح ایمان داریم؟ آمین؟ چند نفر ایمان دارم؟ آیا ما اینجا هستیم همه مسیح ایمان داریم؟ آمین! هللویا! هللویا! خدا را شد! گفتم نکن من رفتم نشه. پس اگر ما اینجا هستیم همه ایمان داریم، این رو بدونیم. آیات کلام خداوند مال من و توه. پیام مسیح مال من و توه. در انجیل یوحنا 16:33 اعلام میکنه مسیح، من نمیگم مشکلات و سختی ها نیست، هست، اما همونه که من پیروز شدم تو پیروز خواهی شد. شکست و مشکلات رو تجربه میکنیم، اما پیروزی هم نیست با ما خواهد بود که از اون سختی ها خواهیم گذشت. امسال دو نبوت من شنیدم که یه مقداری منو لرزوند، اما خب در این نبوت یه نبوت برای بنا میاد، اما چون بنا بود دلم رو آروم کرد. اول سال وقتی که خانه شادی جان بودیم داشتیم دعا میکردیم برای سال جدید بود در کنار رهبران، امیر جان گفت خداوند با قلبم صحبت میکنه، سال سختی رو در پیش داریم اما ما رو عبور خواهد داد. آمین؟ درسته تر؟ دیروز یکی از ایمانداران از یک کشور دیگه من زنگ زد، گفت بعد از خدا چند روز پیش با قلبم صحبت کرد که شما خدمتتون توی سختیه اما عبورتون میده. یعنی دقیقا همون که من این امیر عزیزم گفت، ولی عبورمون میده، این مهمه. سختی هست دیگه، اما این که ما رو عبور میده، نگاه ما و چشمنداز ما میباید به اون باشه. پس اگر از شکست خوردن میترسیم این رو باید بدونیم، عبور خواهیم کرد. پس این گونه بهش میتونیم نگاه کنیم. مالی کونی اعلام میکنه از هیچ چیز در زندگی نباید ترسیم، تنها باید همه چیز را فهمید و درکش کنید تا بتونید یه جایگاه درست باشید. تا من بادم مثل ایوب کاسه چه کنم دستم به بعد بگیرم و بعدم با خدا شروع کنم جنگیدم و خدا رو محکوم کنم. یادم هست موقع که 4-5 ساله 5-6 ساله بودم و
دیگه در اون زمان مرسوم بود همه یک ماشین باید داشتن. اون زمانی که میگم شاید تو خیابونه تهران یک دوتا ماشین شما بیشتر نمیدیدی. و قصه برمیگه به 10 سال پیش البته و خیلی دور نرسه. خدمت شما عرض کنم دوستای پدر من همه میرفتن گواهی نامه میگرفتن. پدر منم رفت یکی دو دفعه رد شد ولی بعدا قبول شد. اما یکی از دوستاش هر بار میرفت رد میشد و این اینقدر طولانی شد شد یه ضرب المثل توی محله. همه میگفتن مثل فلانی گواهی نامه نخواهی بری ببینی همش رد میشه. و حتی دیگه به این میرسن میگفتن گواهی نامه نگی لایسنس ماشین حتما خدا نمیخواد چون امکان داره بگیری تصادف کنی و بمیری. و این با این ترس اما میخواست توی همسایه و دوست و رفیقا کم نیاره. این رد انقدر خون بالاخره قبول شد. اما یه ترسی در وجود این مرد بود. نمیدونم ایشون زنده است یا نه. و این تا زمانی که ما تو اون محله بودیم ایشون ماشین خرید اما میترسید پشت فرمون بشینه. یک راننده رو استخدام کرده و با راننده و ماشین خودش میره. وقتی که ما از ترس‌های خودمون رهایی پیدا نکنیم متاسفانه حتی بعد از آنچه که فکر می‌کنیم موفق هستیم نیز ما رو اسیر اون غم و اندوه می‌کنه که متعلق به ما نیستش. پس از شکست خوردن شاید ما نگران باشیم، فکر می‌کنیم تضمین 100% نیست و بدونیم هیچ چیزی تضمین 100% روی زمین نداره عزیزم. هوشیار باشیم از سرزنش ها. کیا سرزنشت قراره بکنن؟ آیا امروز اونها تو رو سرزنش نمی کنن؟ اندیشه کن. میخوای حرکتی کنی امسال؟ میخوای حرکتی تازه رو شروع کنی؟ یا میخوای ادامه حرکت شکست خورده پارسالت رو امروز ادامه بدی؟ کیا قراره تو رو سرزنش کنن؟ آیا حرکت نکنی بازم سرزنشت نمی کنن؟ چقدر در ممکن هست؟ افرادی که میخوان تو رو سرزنش کنن از ترد شدن ها میترسیم خیلی موقع. بالاخره یه زمانی موقعی که میخوان مناطق رو ترد کنن ترد خواهند کرد، چرا که روی زمین هیچ کس جواب داره نخواهد. همیشه بی نیستیم. از تصمیم اشتباه چه کسی هستش که تصمیم اشتباه نگرفته باشه تا به امروز؟ از تهمت ها و توهین ها آیا واقعا تضمینی هستش که اونهایی که شما شکست بخورید تهمت بهتون میزنن، توهین میکنن، غیبت میکنن، الان پشتتون غیبت نمیکنن، الان تهمت نمیزنن؟ من در طول این خدمت بارها شده به خاطر اینکه بتونم یه جوری مانع حرفای بیخودی پشت من و خادمی و کلیسا میشه و چه دروغهای بزرگ میشه شروع کردم دست به اقدامات زدم و دست از خیلی از اهدافم حتی برداشتم که بگم غیبتی نباشه. کلام خدا میگه خوبه تو رو نذار بعد بگم. خب منم سعی کردم اونگونه حرکت کنم اما باور کنید هیچ فرقی نکرد. این حرفا بازم هست. عیسی مسیح میگه اگر با من که چوب ترم چنین کردم وای به حال شما که چوب خوش هستی. پس چرا میترسید از اینکه مردم به شما تهمت بزنم، توهین کنم و یا از توقعات بیجای دیگران که فکر میکنید اگه الان من پیروز بشم، موفق بشم، برادرم، خواهرم، دوستام همه از من انتظار دارن من براشون این کارا رو بکنم و من نمیتونم رو انجام بدم یا نمیخوام انجام بدم. توقعات بیجا همیشه هستش. و یا از جایگاه شخصیتی خود در خانه، فامیل، محل کار و یا شاید از عدم امکانات و شرایط نامناسب و یا عدم توانایی خودت. این رو بدونیم اگر ما به مسیح ایمان آوردیم و مسیح در انجیل یوحنا 16:33 میگه همون گونه که من پیروز شدم، آیا مسیح فکر کرد که الان میخواد بره روی صلیب بهش تهمت میزنن، توهینش میکنن، سرزنشش میکنن، ترکش میکنن، غیبتش میکنن و هر نوع آزار دیگه‌ای در مسیر او راه او قرار میدن اون نباید این کار رو میکرد، امروز منو تو آزاد بدیم؟ مسیح هدف بزرگ دید، حاضر شد تهمت، توهین، غیبت ها، تاج خار، شلاق ها، دست سوراخ و مرگ رو تجربه کنه تا منو تو آزاد بشی. اگر میخوای آزاد بشی ترس های خودت رو بشناس، از ترس ها آزاد بشی، به پیگیری اون ترس ها باشی تا
تا بتونی به اون آزادی برسی. بنابراین میباید همه اینها رو ارزیابی کنیم تا تحت یک برنامه مناسب و یک استراتژیک درست و مطمئن پیش بریم. اما قبل از هر حرکتی میباید دلایل ترس خود را نسبت به موضوعات گفته شده بدانیم تا از تله و دامهای آن در طول تلاشهای ما به سوی مقاصد زندگی آگاه بشیم. یعنی شفا از ترسهایی که مانع پیروزی ما خواهد شد. اما باز هم باید بدونیم که ما نمیتونیم همه چیز رو کنترل کنیم. توی تمام موقعیت همون باشیم، حتی محل کاری نمیتونی همه چیز رو کنترل کنیم. بعد از یوسف عزیز سال هاست که میکانیکی و سال هاست این تجربه رو داره. گاهی من میبینم میگه آره داشتم کار میکردم باشه بزنم خود صورت غیر از اینه برادر تو دست هم شما به دست قصاب ها که نگاه میکنید با این همه تجربه دست هاشون بریده. خلبان هایی که همیشه کار خلبانه میکردن 25 سال خلبان بودن یه دفعه متوجه میشیم هواپیما سقوط کرده. پس ما نمیتونیم همه چیز رو کنترل کنیم و ما نمیتونیم تضمین این باشیم که واقعا آنچه را که میخواییم انجام بدیم خواهد شد. به طور خاص در برابر ما مرگ هست. اگر قرار هست ما بترسیم، بزرگترین ترس ترس مرگه. آیا ما میتونیم کنترل کنیم؟ همان گونه که تولدمون رو نتوانستیم خودمون تعیین کنیم. درسته که امروز هوشیاری های بسیاری اومده، عمر انسان ها خیلی طولانی شده خدا رو شکر، اما بازم نمیتونیم کنترل کنیم. 7-8 سال پیش من مسئول تشییع جنازه شخص مرد جوانی بودم که ایشون در کنار که ورزشکار بود، اهل سیگار نبود، اهل مشروب نبود، یک مرد خانواده دوست و دوستان سالمی بود. خیلی سکته کرده و خانوادش از من خواهش کردن که من این مراسم رو انجام بدم برای ایشون. وقتی من رفتم بالا سر جنازه موندم، گفتم واقعا این مرده؟ صورت زیبا، بدن عضله‌ای، ولی یک لحظه انجام شده بود. بعد از اینکه مراسم تموم شد متوجه شدم 90% از دوستاش همه ورزشکار بودن، افراد معروف توی ورزش بودن که من نمی‌شناختم. تنها کسی که شناختم البته هنرمند ارجمند آقای اندی بود که تو اون جمع از دوستان ایشون بود که اتفاقا با ایشون هم صحبت کردم. میگفت بعد از ایشون چه شخص سالمی بود. همه تعجب کردیم چرا باید میمونه. یک لحظه است کی میتونه کنترل کنه؟ چه ما میخوایم زندگی خودمون رو کنترل کنیم؟ پس اگر نمیتونیم کاملا کنترل کنیم چرا میترسیم؟ چرا همت نمی کنیم؟ چرا حرکت نمی کنیم با که نمیتونیم کنترل کنیم؟ یاد لطیفه افتادم که چندی پیش بودم. شخصی که میمیره وقتی که میره توی عالم مرگ دوستان خودش رو میبینه و با هم صحبت میکنن و از هم میپرسن. اون میگه تو چجوری مردی؟ میگه من تصادف کردم. میگه تو چجوری مردی؟ میگه هیچی، من مریض شدم، میگه سرطان گرفتم. میگه بعد دوره سنواتی میشه، میگه تو چجوری مردی؟ میگه من شیر خوردم. میگه شیر خوردی؟ یعنی تو شیر سم ریخته بودم؟ میگه نه. میگه پس مسموم بودش؟ میگه نه بابا، اتفاقا از تولید به مصرف هم بود. میگم چجوری؟ میگه هیچی، مستقیما خود گاوه داشتم شیر رو میخوردم. میگم بعد چی شد؟ میگه هیچی دیگه، گاوه فقط نشست. کی میتونه بگه من چجوری میمیرم که ما بیاییم همه امور زندگیمون رو فکر میکنیم باید کنترل کنیم؟ کلام خداوند به ما میاموزد قبل از هر تصمیمی برای رسیدن به اهداف، اراده خدا که همانا حکمت خداست، یعنی نزدیک شدن به خدا، به خدا نزدیک بشیم رو داشته باشیم. در امثال 1:33 اعلام میکنه اما کسانی که به من گوش دهند در آرامش زندگی خواهند کرد. کسانی که به من گوش میکنند، نه به سختی‌ها و مشکلاتشون، نه به بحران‌ها، نه به اون کلاس‌هایی که چگونه پیروز شیم، چگونه ثروتمند بشیم، چگونه انرژی بگیریم، چگونه تقویت بشیم. همه که میبینیم خیلی هم خوبه، 4 تا کتاب هم میخریم، 100 دلار میذاریم، میایم بیرون، یه هفته بعد دوباره افتادیم.
چرا؟ چون روح قوت خدا رو به ما ندادن، روح القدس رو به ما ندادن. امروز من و تو روح القدس رو داریم، فقط شاید استفاده از روح القدس رو بلد نیستیم، نمیدونیم چگونه از روح القدس بیاموزیم، چگونه از قدرت و قوتی که به ما داده استفاده کنیم. اما کسانی که به من گوش دهند در آرامش زندگی خواهند کرد و از هیچ چیز نخواهند ترسید. هیچ چیز، یعنی تمام مانعات رو بر می‌داره مسیح توی زندگی. همه ما به خوبی می‌دونیم عیسی مسیح برای بزرگترین ترس انسان که همان رو که عرض کردم مرگ هست و هلاکت روی صلیب رفت و جان خودش رو فدا کرد و مرد و قیام کرد تا ما از ترس‌های خودمون قیام کنیم. این ایمان رو داریم؟ آمین. پس قیام کنیم از ترس بیانه. امروز که این کلام تموم میشه، امشب قبل از اینکه میخوای بخوابی ترسات رو برگرد بزرگ کنم، حتما امروز هم دعا میکنیم. اما از ترسات آزاد شد، ترس متعلق به تو نیست که فرزند خدا شدی. و اگر از ترس‌های خودمون آزاد بشیم، این رو بدونیم زمانی هستش که میتونیم با شجاعت عمل تا با اقتدار بیاندیشیم و حتی شکست‌های گذشته رو به حکمت و قوت و قدرت خداوند جبران کنیم و این وعده مسیح برای همه ما که مریدش هستیم باشه. در انجیل یوحنا 14:27 اعلام میکنه آرامش برای شما میگذارم، من آرامش خود را به شما میدهم. چگونه؟ براو، اول ایمان تعلیم میگیرم، در حضورش میرم، دعا میکنم، خدمتم را شروع میکنم، کلیسا میام تا تشویق بشم، مثل الان که داری تشویق میشی که تو فرزند خدا هستی، در ترس نمون، در قوت خدا زندگی کن. آرامش برای شما به جا میگذارم، من آرامش خود را به شما میدهم، جهان نمیتواند آن آرامشی را که به طوری که من به شما میدهم در این کنفرانس ها، در این سمینار ها، در این گفتار درمانی ها، در این انرژی درمانی ها، چگونه ثروتمند بشم، چگونه موفق بشم بهتون بده. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. نویسنده اعلام میکنه خیلی از ما آن گونه که میخواهیم زندگی نمی کنیم، چون با ترسهای ما زندگی میکنیم و تا مادامی که با ترسها هستیم مطمئنا نمیتوانیم به رویاهامون و اهدافمون برسیم. در کتاب اشعیا 41:8-14 رو میخونم که کلام خداوند رو میکنه به اسرائیلی. اسرائیلی کیه امروز اینجا؟ اسرائیلی ها دستاشون بره بالا. هاللویا، ما که فرزند خدا هستیم. اسرائیلی دیگه فرزند خدا یعنی شاهزاده، داره با تو سخن میگه. صحبت با شماست، صحبت با سرزمین اسرائیل امروز نیست، امروز داره با کلیسای پرسنل مسیح، با عزیزانی که روی فیسبوک هستن، عزیزانی که دارن تکرار رو روی شبکه میبینن داره صحبت میکنه، با آنانی که قلبشون رو به مسیح دادن. اعلام میکنه ای تو اسرائیل، یعنی فرزند من، ای بنده من، یعنی مال من، تو که مال من هستی، متعلق به من هستی، تو قوم برگزیده من و از نسل ابراهیم دوست من هستی. یعنی همان گونه که ابراهیم دوست خدا بود، امروز من و تو دوست خدا شدیم. من تو را از دورترین قسمت‌های جهان آوردم. من نمیدونم شما از کجا اومدید، من از قوم اومدم البته، اما قبل از اینکه بخوام بگم از قوم اومدم، من از تای جهنم مسیح من نجات داده. چرا؟ اگر من با مسیح آشنا نمیشدم، مطمئن بودم امروز زنده نبودم، یا تو فعالیت های سیاسی کشته میشدم، یا خودکشی میکردم چون قبلا این کار رو کردم، یا معتاد میشدم چرا که آلوده مواد مخدر بودم و از بین میرفتم. زندگی امروزم رو مدیون عیسی مسیح هستم. پس از دورتر اینجا من هر کسی بگره از کجا مسیح تو رو برده، من تو رو از دورترین قسمت های جهان آوردم و از دورترین نقاط تو را خواندم، یعنی از گناه، از دوزخ، و به تو گفتم تو بنده من هستی، تو مال من هستی. خدا میگه تو مال او هستی. من تو را رد نکردم، یعنی خدا میگه من تو را ترک نکردم. چرا از ترک کردن میترسی؟
اگر خدا تو رو ترک نکرده چرا از ترک کردن میترسی؟ تو را برگزیدم، یعنی انتخاب کامل من هستی، نترس، من با تو هستم. این یک امر خوشیه که از طرف خدا داره، مثل یک گیفته، مثل یک هدیه است. میگه نترس، نترس، من با تو هم، من همون امانوئلم، خدا با ماست، من خدای تو هستم، یعنی من پدر تو هستم. از هیچ چیز ترسان نباش، هیچ، هیچ. اما خیلی دلیل داریم. آخه بعد از شما که نمیدونید من توی این وضعیت مالی هم، شما که رابطه من رو نمیدونید با فلانی، شما که نمیدونید وضعیت من توی این کشور چقدر بده، بلا تکلیف هستم، همینطور میگید شما نترس. من نمیگم، خدا میگه نترس. خدایی که تو رو آفریده داره به تو، با تو داره صحبت میکنه نسبت به مشکلات، به موضوعات. نترس، من با تو هستم، من خدای تو هستم، از هیچ چیز نترس، ترسان نباش، من تو را تقویت میکنم، تقویت میکنم. چه کار میکنی خدای با من؟ میتونیم اگر لطف کنیم اون نمودار رو روی شبکه داشته باشیم. پرویز عزیزم میگه من تو را تقویت میکنم، یعنی من تو را تشویق میکنم. مثل الان داره تشویقت میکنه، کلام خدا رو میخونی، تشویقت میکنه، به تو امید میده، دعا میکنی، با تو صحبت میکنه. من تو را تشویق میکنم، من تو را تأیید میکنم، داره باهات صحبت میکنه، من تو را تأیید میکنم، تو تأیید مورد خدا هست، تشویقت میکنم، من تو را تأمین میکنم. یهوه یایا، خدای مهیا کننده، من تو را ترمیم میکنم. اون جایی که آسیب خوردی، شکستی، داغون شدی، به هم ریخته افکارت، احساساتت، هیچ روانشناس دیگه نمیتونه تو رو توی اون مرز سلامتی قرار بده. بارها شده عزیزان به کلیسای برسانه مسیح اومدن و حتما کلیساهای دیگه هم رفتن که روانشناسا خسته شدن از مریضش. امیدوارم در نخوره به کسی، یا پولشون تموم شده یا جون خودشون تموم شده، دیگه خسته شده، فرستادشون کلیسا. من روانشناسی رد نمیکنم، خودم روانشناسی رو مطالعه میکنم و دوست دارم، چرا که میدونم بزرگترین روانشناس ما خود مسیح هستش. ترمیم میکنم، تضمین میکنم کار تو. اگر اراده خدا باشه تو رو تضمین میکنه و تولد تازه در تو ایجاد میکنه و تکمیلت خواهد کرد. و این هفته هدیه ایست که از طرف خدا به من و تو که فرزند هستیم داده شده. من تو را تقویت میکنم. عزیزان میتونن عکس بگیرن، توی بروشور ندن، اگر دوست دارید میتونید از این قسمت عکس بگیرید، روش کار کنید، روی کلام، کلام رو بررسی کنید و بتونید این دست زندگیتون باشه. من تو را تقویت میکنم و به تو کمک خواهم کرد، من از تو حمایت میکنم و تو را نجات خواهم داد. آنها که از تو خشمگین هستن، شیطان و لشکر شیطان، روحای بد، آنها که از تو خشمگین هستن، شرم شکست را خواهند دانست. اونها شکست میخورن، نه تو شکست بخوری. چرا میترسی؟ قرار نیست تو شکست بخوری. تو مسیح به خاطر اینکه تو شکست نخوری رفت روی صلیب. اون شکست شد، اون شکست تو شد، اون برای تو مرد، اون برای من و تو مریض شد، آسیب خورد، درد و لمس کرد تا ما شفا بگیریم. همون که پتروس نیز ادعا و آنها که با تو به جنگن خواهند مرد، روح اونها میمیره، اونها از بین خواهند رفت و از روی زمین محو خواهند شد. و کلام خداوند اعلام میکنه شیطان و لشکر او نابود خواهد شد. آمین. من خداوند خدای تو هستم، من تو را تقویت میکنم. دوباره همون هفته در ذهنت باشه و به تو میگویم نترس، من با تو هستم. خداوند میگوید ای اسرائیل، گرچه کوچک و ضعیفی اما نترس. چرا؟ تو خیلی بابا میگی نمیتونم، همون شد سر تحمل ندارم، من مثل شما نیستم برادر رسول. میخوام بگم منم مثل شما نیستم، هیچ کدوم ما مثل هم نیستیم، همه ما یونیک هستیم، اما در کنار یونیک بودن برای خدا ارزشی داریم که تحت اون ارزشی که با خون مسیح یافتیم خداوند قوت ما خواهد بود. هیچ فرقی نمی کنه،
هممون رو دوست داره و هممون رو دستگیری خواهد کرد توی سختی ها. گرچه کوچک و ضعیف، اما نترس، من به تو کمک خواهم کرد. من خدای قدوس اسرائیل همان کسی هستم که تو را نجات خواهم داد. آمین. هللویا. میتونی اعلام کنی که مرا نجات خواهد داد؟ اعلام کنی افلاطون اعلام میکنه شهامت یعنی بدانی از چه چیزی نترس. خدا را بشناس تا از هیچ چیزی نترس. به اون نزدیک شو. گواهی کتاب مقدس برای همه متوکلان به خدا این هست که دلیل باش و نترس. مدام ما شاهد این جمله هستیم. اما مانند چی دلیل باشه؟ مانند کی دلیل باشه؟ یه نمونه من بگید. بله؟ عیسی مسیح خودش میگه دلیل بود که دلیل بود. ولی اون میگه مانند کی دلیل باشه؟ بگو. نه پتروس هم انسان بود، اون هم ضعف‌هایی داشت، خرابکاری خیلی کرد. مانند داوود، داوود هم خرابکاری کرد. میتونیم خیلی بگیم، بگید. مانند کودکان، چون هیچ تجربه بدی نداره. نتیجه کار رو اصلا محاسبه نمی کنن، میشه یا نمیشه، انجام میدن. درسته برادر امین؟ ایلاجه و سمهوی چی کار میکنن؟ همش امیر جان با شالی جان مواظبن، چون میخوان یه کاری بکنن، میرن میکنن، دیگه نگاه نمی کنن چی میشه، فقط میخوان اون کار رو انجام بدن. مانند کودکان میشید، انجام بدید امسان کارهایی که در نظر دارید به قوت خدا انجام بدید. نمیگم از دقت دور شید، از نزد، اما انجام بدید. مانند کودکان، چون کودکان شک نمی کنن، کودکان نمی ترسن، کودکان بدبین نیستن. از این رو مسیح در انجیل متی 18:3-4 میگه تا مانند کودکان نشوید نمی توانید وارد ملکوت خدا گردید. پس اگر میخوای پیروزی رو ببینید میباید مانند کودکان باشید. دلت رو بزرگ کنید و این ایمان و این اعتماد ما به خداست که مانع ترس های ما خواهد شد. همون گونه که باز مسیح در مرقس 4:40 میگه از بهر چیه چنین ترسانید؟ چون از که ایمان ندارید مانند کودکان. محبت که در قلب کودکان هست همه رو باور میکنه و چقدر بیشتر خدا رو باور میکنه. صحبت های من رو قبول میکنه که از کلام خداوند گرفته شده. گاندی نیز اعلام میکنه تنها کسی میتواند تصمیمات بزرگ بگیرد که ایمان داشته باشد و همچنین شناخت خدا را باور کرده باشد. از این رو هستش که هرگز نخواهد تصمیم. و شاعر نیز اعلام میکنه بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، یعنی بدون خدا. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. اگر ایمان ما به خدا و شناخت ما نسبت به خدا دور بشه، مدام از هر موضوعی میترسیم. اما امروز چرا میترسیم؟ اگر ایمان ما این هم به این هست که ما به مسیح ایمان داریم، کاملا باید خودمون رو دور کنیم از آنچه که میخواد باعث ترس و نگرانی ما بشه. بریم با هم یک کتاب اشعیا 61:2 رو داشته باشیم. آیا عزیزان گوشمو دارن؟ اونها که گوشمو ندارن دستاشون بره بکنن. کتاب اشعیا 61:2. اگر نمیترسی چه کار کنی؟ بفهم. برخیز و درخشان. اگر نمیترسی برخیز درخشان میشی، پیروز میشی، موفق میشی. ببین الان همه ما الان ذهنیت من جایی هستش که فکر میکنیم یعنی خدایا میشه؟ آمین که میشه. این رو کلام خدا داره صحبت میکنه. بفرمایید. زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو تاله گردیده است. هللویا. نور تو آمده، مسیح اومده برای من و تو. چرا میترسی؟ روح القدس به ما داده شده، چرا در ناامیدی هستی؟ بله؟ زیرا اینک تاریکی جهان را و ظلمت غلیظ توایف را خواهد پوشانید،
اما خداوند بر تو طلوع خواهد بود و جلال وی بر تو ظاهر خواهد شد. آمین. آمین. در اولی حرکت برای رسیدن به هدفی یک شروع حال خاصی داریم، اما بعد از این اگر شکست بخوریم ناخودآگاه افت میکنیم، احساس سردی میکنیم، دیگه گویا همتی نیست. و اگر دوباره همت کنیم که شاید همت کنیم، میبینیم دیگه با تردید دقت بیشتری داریم. همین دقت متاسفانه دلیلی میشه، باید دقت داشته باشیم، دلیلی میشه که شک ما زیاد بشه، چون میخوایم دقت بیشتری کنیم، بیشتر شک میکنیم، و چون شک میکنیم سوالات بسیاری داریم، و چون سوالات بسیار داریم همه رو جواب نداریم، پس متاسفانه میترسیم، ناامید میشیم، امیدمون رو از دست میدیم. سیمین بهبهانی در این رابطه زیبا میکرد، اعلام میکنه مرا هزار امید است و هر هزار تویی. میتونم از تو خواهش کنم، شما بگید خدایا، من میگم شما بقیش بگید کنم، مرا هزار امید است و هر هزار تویی خدایا، شروع شادی و پایان انتظار تویی خدایا، دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند خدایا، در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی خدایا. آمین. 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 با این ایمان ادامه بدیم. بریم با هم دیگه که باز کتاب اشعیا امروز هست. کتاب اشعیا بسیار میخونیم، چرا که در اصل پلی هستش که خداوند به توسط یوشع میزنه بین پنج کتاب اول که تورات هست، بین خرابکاری های قوم اسرائیل و پیروزی که خداوند این بار میخواد حتما به توسط مردم اسرائیل داشته باشه. کتاب اشعیا یک الان نو رو لطفا داشته باشه. کتاب اشعیا یک الان صحبت از 3500 سال تقریبا قبل میشه که قوم اسرائیل به خاطر سرکشی ها، خودمختاری ها که میتوانستن زیر 40 روز از مصر به کنعان برسن، اما 40 سال شد. و شاهد هستیم که در کتاب اعداد باب 13 اشاره میکنه به این که زمانی که خداوند 12 رهبر قوم را به سمت کنعان فرستاد، فقط 2 تا از رهبرها بودن آمدن گفتن ما میتونیم پیروز بشیم، ما پیروز خواهیم شد. 10 تایی از اون رهبرها، اونا هم رهبر بودن، خادم بودن، اومدن گفتن نمیتونیم. و همین دلیلی شد که قوم 40 سال بود و خدا رویایی که به موسی داده بود، موسی نتوانست حتی وارد کنعان بشه، فقط از بالای کوه کنعان رو خداوند به اون نشون داد. و از اونجایی که متاسفانه میدونید ترس خرافات میاره، خدا گفت این ملت ترسو الان که موسی بمیره براش یک آرامگاه بزرگ درست میکنن و موسی مرده رو میپرستن. خدا جنازه‌ش رو انداخت یه جایی مبادا مثل قشری از هموطنان عزیز ما که گذشته ما میمونه بود، مرده پرست و امام پرست و امام زاده پرست بودیم، اونا مرده پرست باشن، جنازه‌ش رو اجازه نداد قوم ببینن، چون ترس خرافات میاره، ترس ظلمت میاره، همینطور که نظام اسلامی باعث خرافات و ظلمت شده، چون مردم ما میترسن. باید دعا کنیم قوت خدا بیاد، ترس از مردم ما برداشته بشه، چرا که بعد از ترس ناامیدیه. و ما میبینیم الان حتی عذر میخوام قشنی از اپوزیسیون الان ناامید هستن. لطفا برنامه های سیاسی رو ببینید، اگر میخواییم نترسیم باید از قوت خدا پر بشیم. هر روزه بفرم خواهش بکنم. قوم سرکش، ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن میگوید، پسران پروردم و برافراشتم اما ایشان بر من عصیان ورزیدند. بله همونطوری که گفتم. بله گاو مالک خویش را و اولاد آخر صاحب خود را میشناسند اما اسرائیل نمیشناسند و قوم من فهم ندارند. وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه میباشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد،
خداوند را ترک کردند و واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشعی بن نون خادم موسی را خطاب کرد و گفت موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن تو و تمامی این قوم به زمینی که من به ایشان یعنی به بنی اسرائیل میدهم هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما دادم. امروز نیست داره خدا با موسی پیروزی های رو بگم بارش اما نرسیدی گویا که تمام رویاها و آرزوهای تو اینکار مرده. این رو بدون اگر به توکل خدایی که میشناسی عمل میکنی اون با تو داره الان سخن میگه. بله چنان که به موسی گفتن از صحرا و این لبنان تا نهر بزرگ یعنی نهر فرات تمامی زمین هبتیان و تا دریای بزرگ به طرف مغرب آفتاب حدود شما خواهد بود. این رو بدون که وارث خدا هستی. آمین. چی میخوای از خدا؟ وارث خدا هستی، فقط کره زمین نیست، تمام کهکشان را هست، حتی سهمی داری تو در آسمان، آسمان سوم. چرا که مسیح گفت من میروم تا برای شما خانه ها درست کنم. کجا؟ در کنار خدا، در حضور خدا. پس اونجا ما سهم داریم. چرا اینجا به خاطر بعضی از کمتره ها میترسیم و نگران هستیم؟ بله هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود. آمین. تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود. قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت. همون گونه که با موسی بود، با یوشع بود، با قوم اسرائیل بود، با رسولان بود، با من و تو هستش. ما رو تنها نمیذاره. فقط اونها زمانی که تو سختی ها بودن، ما فقط شنیدیم که اونها تو سختی ها بودن. آیا وقتی شما میخونید دردت میاد؟ اذیت میشید؟ بله این گونه است. ولی وقتی شما توی مشکل و سختی هستی خودت اون درد رو داری لمس میکنی. همه ما میدونیم بدترین درد درده، بدترین درد درده با من، ولی درد و درد خیلی درد بدیه. ولی وقتی یکی درد نمیشه درد میکنه شما اون درد رو احساس نمیکنی، فقط دلت براش میسوزه. این قوم هم تو همون مشکلات و سختی هایی بود که چه بسه روز تو به نوع دیگه ای هستی. پس نترس، خدا تو رو حمایت میکنه. بله فقط قوی و بسیار دلیل باش. فقط قوی و بسیار دلیل باش. کلام خدا میگه روح و روح المدوس به ما قوت میده، به ما قدرت میده. پس تحصیحش رو از روح خدا برد. بله تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منم تا هر جایی که روی تا هر جایی که روی کامیاب شوی. آمین. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. گاهی ما اینگونه میسنجیم، میگیم که خب خدا من گفته صبور باش، حالا باید ببینم چقدر من دارم رو پس اندازه، حالا من چقدر قدرت دارم، حالا چند سالم هست. باز یه تکیه میکنم به توان. وقتی کلام خدا میگه توکل به خدا کن، تمام توانایی هات رو بذار کنار، به رخ خدا نکش، تو و خدا. توکل به خدا یعنی تو و خدا تمام. وقتی توکل به انسان میکنی، توکل به این قوم میکنی، توکل به شرایط میکنی. ما امروز تو کلیسا تو شرایطی هستیم برای که بخوایم بریم یه ماهواره، نیاز داریم که دستانی به ما کمک کنه و ما میدیم این دستان رو خدا قلباشون رو لمس میکنه. در قرآن چنین چیزی غیر ممکن بود که مردم بیان به یه شبکه کمک کنن که داره درباره خدا صحبت میکنه. حتی قلب شما اگر به دلتون هست $10 کمک میکنید، خدا لمس کرده. پس من اینو از خدا میبینم اول. از همه شما سپاسگزارم یا کسایی کمک میکنم، ولی من نمی خدا هست. پس من اینو نمیام امکانات خودم بدونم، شرایط خوب خودم بدونم، سخنوری خودم بدونم، تاثیر صحبت های خودم بدونم. هرگز هرگز، چون در اصطلاح من حتما باختم، اون موقع من شکست خوردم. اما چون به خدا نگاه میکنم، ایمان دارم که خدا شرایط رو برای ما مهیا میکنه، همون گونه که شاعر اعلام میکنه از اهل زمان آر میباید داشت. این کارو نمیخوایم بکنیم البته، ما باید همه رو دوست داشته باشیم. و صحبتشان کنار میباید داشت،
مواظب باشین. به قولاشون خیلی اطمینان نکن. به قول خدا اطمینان. از پیش کسی کار کسی نگشاید، امید به کردگار میباید باشه، به آفرینندت. امید خود خدا باشه و اون موقع تو پیروز خواهی بود. و امروز خدا داره با تو صحبت میکنه، با من صحبت میکنه. نترس و قوی باشه. مشکل هم میشه، شکست هم میخورد. بله، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. آیا تو را امر نکردم؟ پس قوی و دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست. آمین. در هر کجا که بگید یهوه باست، خداوند با تو خواهد. ذره نترس. آماری که گرفتن میگن زنها بیشتر از مردان نگران هستن و میترسن. درسته یا نه؟ بله، نه این دونو بخونم. درسته یا نه؟ شب داره؟ بله، بیشتر خانما میگن. بله، بعضی خانما میگن بله، نمیدونم. بله، اما زنها خوب بلدن چه کار کنن. خانم ما خوب بلدن اون جایی که میبینید نمیخواد یه کاری بکنید چه کار میکنید. مثلا میخواد به انجالو یک فروشگاه لباس رد میشید، نگاه میکنید لباس ها خیلی زیباست، میگه نه بابا خیلی لباس خریدم دیگه نمیخوام. دوباره میگه نه اینا جدید اومده. دوباره نگاه میکنید، بعد میبینید که حالا ضرر نداره رفتن نگاش کردن. میری یه دستی میزنید به فروشنده، حالا میگم میخوام کمکت کنم. میگه نه فقط مادم نگاه کن، فقط مادم نگاه کن. بعد نگاه میکنه اینو، میگه حالا خیلی قشنگ هستش، کبرا نداره، عذرا نداره، نه هیچ کس فامیل و دوستان ندارم. بعد میگه میگه پوشیدنش که ضرر نداره. میرید پروف میکنیم، تنت میکنیم، میگه وای لامصب، فیته فیته هم هست، میگه لامصب فیته فیته هم هست، اصلا انگار برای من دوختنش. و دوباره میگیم نه الان همسرم میگه چقدر لباس میخوای، نه بدش کن، چمش میکنی. همینطور میگی بابا یه بار که هزار بار نمیشه، بذار برم آقا این حسابش تو من بگو چقدر میشه حساب. اگه اینو بلدی با ترسات هم همین میشه. توکل کن به خدا، صفر بیست، بگو خدا با من. اگه یه لباسی که نمیدونی میخوای نمیخوای میخریش، آخر میخریش برای امور زندگی مقاصد و اهداف، صفر بیست، بگو توکل میکنم به خدا. ترس دور شده در نام یسوع و من فیروز خواهم شد و مطمئن باشم. پس این آمارم دیگه خواهد بود. زن و مردها همه میترسن عزیزان، آمارم که گرفته باشن همه میترسیم. ما همه یه جایی میترسیم و ترس اول هوشیاری هستش. بریم با هم دیگه قسمت دوم از شروع مزفرانه را داشته باشیم. همه بوشور داریم؟ لطفاً هر دو قسمت را چگونه میتوان شروع این مزفرانه داشت؟ نقطه اول، شروعی دوباره به جهت جبران شکست‌های گذشته نیازمند به ذوقی تازه دارد برای رسیدن به انگیزه‌های زندگی تا با آرامشی کامل به پیروزی اندیشی. نقطه دوم، شروعی دوباره به جهت جبران ترس‌های گذشته نیازمند به جرأتی تازه دارد که این جرأت رو ما از خدا میتونیم داشته باشیم با توکل کردن به برای رسیدن به مقاصد زندگی تا با اقتداری قاطع به فیروزی اندیشیم. فیروزی یعنی کامل برنده شدن، پیروز شدن، موفق شدن، یعنی تمام آنچه را که لازم یک زندگی سالم هست نصیب تو خواهد شد. به این میگن فیروزی عزیزان. کامیابی یه مرحله بالاتر است که رستگاری رو با خودش خواهد داشت و باعث امیدی میشه. اما میخوام لحظه لطفا بیستیم، لطفا همه هم بیستیم. میخوام یه عهدی رو با خدا ببندیم قبل از اینکه بریم. شاید تو دنیا خیلی ما رو تشویق میکنن، به ما امید میدن، چرا که چشم‌انداز دنیا بر این هستش که به شهرت و مقام و محبوبیت و ثروت و قدرت برسیم. اما اگر چشم‌انداز ما مانند مردم دنیا باشیم، مطمئن باشید که ما باختیم، چرا که تضمینی درش نیست. از این رو از شما عزیزان میخوام مزمور 123:1 میتونیم داشته باشیم. اعلام میکنه ای خداوند، ممنون که همه میخونیم، چقدر خوبه. ای خداوند، ای خداوند،
چشمان من به سوی توست، چشمان من به سوی توست، به تو که در آسمان فرمان روایی میکنی. آمین. با این ایمان زندگی، با این ایمان زندگی. آخر آیه رو هم بشنوید، بعد دو تا سوال رو بفرمایید. خواهش می‌کنم، این عهدیه که با خدا بستی. چشمان من و تو امروز به سوی خدا است، پس نترس و دلیر باش. پس نترس و دلیر باش. این رو هر روز چندین بار به خودت بگو، چرا که این کلام انسانی نیست، این گفتار درمانی نیست، این کلام خداست که گفت و شد. آمین. لطفا آخرین آیه رو داشته باشیم و همچنین دوتا سوال. نامه عبرانیان 13:6. بنابراین ما با دلیری تمام میگوییم خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود، انسان به من چه میکنند؟ سوال این هفته: آیا دلایل ترس های خود را میدانید و چگونه میخواهید از آنان رهایی یابید؟ آمین.